هر کدومون یک کتاب درد دل بود، ولی الان خش نیست آقا. درد دل من اگه به سنگ بگم سنگ آب میشه. بله بخت میگیرم، گریه میکنیم، تحت فشاریم، اما این دردها، این مشکلات فقط و فقط سازمان خصوصی سازیست و حضرات کارفرماست. ما امروز اگر تا عصری حقوقمون پرداخت نشد، نگاه این قسمت اولش ما خیلی خواسته و مطالبات داریم، حقوق و تمدید دفترچه ها امروز از انجام نشود وارد فاز دوم میشویم. فاز دوم اعتصابات با خرد جمعی همراه هم کنار هم با اتحاد، هر نقطه‌ای که گفتید با هم دیگه و تعداد زیادتری میطلبه که صداتون به گوش جهانیان برسه. آقایون، این جنگ حزبیه. سازمان خصوصی سازی، دولت، قوه قضایی، جنگ حزبیه. من کارگر رو انداختن وسط، عروسک خیمه شب بازیم کردن، بعد ما افتادیم اینجا و اختلاف نظر هم دیگه. هیچ کس نمیخواد مشکل من تو رو حل کنه، فقط من تو کنار هم، دست تو دست هم میتوانیم مشکل هم دیگه رو حل کنیم. ما اثبات کردیم 73 روز اعتصاب سال گذشته اثبات کردیم خیلی به مطالباتمون دست پیدا کردیم، گرچه هنوز بیشتر راه مونده. مقاومت کنید، اتحاد داشته باشید، برادری داشته باشید. اختلاف نظر دارید، عصبانی هستید، درد دل دارید، به هم نپرید، بی‌حرمتی نکنید، دیوارای بی‌حرمتی رو توی سر صورت هم دیگه نشکنید، چنگ به صورت هم دیگه نندازید. چنگ باید به صورت قوه قضاییه و دولت و سازمان خصوصی سازی بندازید که حق و حقوقتونه بده. بنزین ما، گازایل ما رسید به نزول را. شیشه شیر خشکه، بچه 7 دفعه‌ای خالیه. ما که بنزین ماشین ونزوئلایی از بنزین ایران پر شده. این درد بزرگی ساقایون. دیگه خیریه میاد حقوق من میخواد 500 تومن بده به من، من گشنگی نمیرم. خاک بر سرمون که این وضعیتی داریم. شم گلایه میکرد از کبریت که این دشمن منه، ولی نمیدونست نخی که وسط خودش دشمنشه. اون نخ میسوزونش تا آخر. آقا این اختلافات بندازید پایین. بابا دشمن ما کسی دیگه است. مگه قوه قضاییه نمیدونه من شکمم گشنه است؟ مگه آقای رئیسی خبر نداره؟ 4 ماه حقوق نگرفتم، به خرج سال 99 خرج میکنم، حقوق 99 رو هنوز نگرفتم. بابا درد دل اگه بخوام بگم براتون 10 کتاب بنویسید. ما 4 سال هر ماه میایم اینجا، اعتصاب کن یا حقوق بده، کار میکنی، گدایی هم باید کنی. کاری بمون کردن نانوایی هم با چشم حقارت نگاه میکنن بمون. اینا دردن، دمش گرم که میخواد کمک کنه به من نانوایی و آرایشگر و کسی دیگه که میخواد کمک کنه، ولی بعد دیگرش رو نگاه کنید. آقا اینا گدا پرورن، نمیخوان ریشه فقر رو بزنن. بابا ریشه فقر رو فساد اسد بیگی و سازمان خصوصی سازیست. تو میای منو گدا فرض میکنی، میخوای 500 تومن اون وقتم جنسی که خودت دوست داری کوپن بدی به من، من برم تو صف؟ خجالت داره برای این مملکتی که این همه ثروت داره. نفتش به ونزوئلا میرسه، آب کارون به قیزانیه نمیرسه. پول جیب من خالیه. شیشه شیر خشک بچه من خالیه. شکم من گرسنه است. آقایون، ما فاز اول اعتصابات رو رد کردیم. تا امروز از
ثبت میکنیم اگر یه حقوق یا دو حقوق و تمدید دفترچه ها حقوق بیمه تمدید شد، تصمیم با خلد جمعیه که اینجا بمونیم یا جای دیگه بریم. اگر اینا پرداخت شدن، فاز دوم اعتصاب اگر پرداخت نشد، خواهش میکنم با اتحاد حضور حد اکثری هر نقطه‌ای که گفتید خط اول باهاتونم بریم علی یارد. الان هم دور میخورید توی شرکت با شعار اتحاد اتحاد مرد بر سازمان خصوصی سازی حرکت میکنید. اتحادتون رو نشون بدید و هر تصمیمی که فردا گرفتید صف اولتونم.